به نام خدا و سلام بر شما بیننده عزیز، شمایی که همین لحظه ما را از طریق برنامه 45 دقیقه با دانشگاهیان از نورین بیننده هستید. من صمیم نعیمی هستم و در برنامه امشب مثل برنامه قبلی در مورد کیفیت تدریسی در دانشگاه خصوصی بحث میکنیم. مهمانان من در بحث امشب آقای داود کریمی استاد دانشگاه و هلال حکیمی دانشجوی حقوق علوم سیاسی را با خود داریم. میمانان عزیز خوش آمدین. آقای کریمی، میشه با شما آغاز بکنیم؟ از تفاوت کیفیت میشه بر ما بگوین در دانشگاه دولتی و خصوصی، چرا که امروز مردم بیشتر میان دولتی را ترجیح میدن؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت جناب کریمی و خدمت تمام بیننده عزیز که همین لحظه ما را تماشا میکنن. البته اگر بیاییم کلن یک بررسی از کیفیت دانشگاه های خصوصی و دانشگاه های دولتی داشته باشیم، این روز تفاوت های خیلی زیاد وجود دارد. هر دانشگاه که ساخته میشه با معیارها و تفاوت های خیلی زیادی در بخش تدریس دارن که دانشگاه های دولتی با وجود از اینکه البته بخش تدریسشان در بخش کیفیتشان با وجود از اینکه خدمات خیلی زیاد دانشگاه‌های دولتی دارن، اینا نمیتونن با اون معیارها و یا اینکه استانداردهای بین‌المللی امروز خدا آماده بسازن. یعنی در تدریس امروز ما و شما شاهد پیشرفت جهان به شکل بسیار سریع هستیم که در تمام ابعاد، در تمام بخش‌ها جهان بسیار با سرعت به پیش میره. اما بدبختانه که در بخش دانشگاه‌های ما و شما، دانشگاه‌های دولتی ما، توجهی بیشتر به خاطر رشد کیفیت صورت نمیگیره. یعنی از زمانی که بعد از سال 2001 تا اکنون با وجود فرصت‌های خیلی زیاده به خاطر از اینکه اینا بتونن خود با معیارهای بین‌المللی آماده بسازن، فرصت‌های خیلی زیاده داشتن. اما بدبختانه که هنوز هم اینا نتونستن که خود با اون معیارها برابر بکنن، که خوشبختانه حال بعد از سال 2001 با فعال شدن دانشگاه‌های خصوصی، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، ما شاهد گسترش و مدرنیزم شدن بخش تدریس در کیفیت در بین دانشگاه‌ها خیلی زیاد شاهد هستیم. امروز چیزی که خیلی مهم است که یک فرق بین دانشگاه دولتی و خصوصی از نگاه اینکه چگونه از مدرک از اینا مدارک کدامشان بیشتر مورد اعتماد هست ایش باشد جایش، اما از نگاه کیفیت تدریس ما فرق خیلی زیاد را با دانشگاه دولتی و خصوصی می‌بینیم. دانشگاه خصوصی اون معیارهایی که به سطح جهان هست، یعنی کیفیت تدریسی که وجود داره، اینا بیشتر کوشش میکنن که خود آماده اون معیارها بسازن و بیشتر امروز ما و شما شاید زیادتر از دانشکده هایی هستیم که توسط دانشگاه خصوصی ایجاد میشن و پیش میرن، اونا به اون شکل معیاریش اینا کوشش میکنن بیشتر این را پیش ببرن. و یکی از مثال هایش میتونیم ما در بخش دانشکده ژورنالیسم ببینیم که در دانشکده ژورنالیسم امروز زیادتر دانشگاه هایی که وجود دارن اینا بیشتر بالای کارهای عملیشان، بالای امکانات و بالای ظرفیت ها بیشتر کار میکنن، تا اینکه مثلا اونمو دانشجویی که بعد از 4 سال از دانشگاه فارغ میشه اینا دیگه نیاز به این نداشته باشن که از کدام کیفیت اینا به دور مانده باشن، از کدام بخش اینا به دور مانده باشن. از این لحاظ ما در کل کیفیتی را که ما بیشتر بالایش تاکید میکنیم که در دانشگاه های خصوصی بیشتر هست از تمام لحاظش، از نگاه لابراتوارهای از اینا، از نگاه تجهیزاتشان، از نگاه امکاناتشان، از نگاه ظرفیتشان، اینا از هر نگاه خوش. ولی آقای کریمی، شما چون استاد دانشگاه هستین، بیشتر رفتین در دانشگاه ها، دیدین از نزدیک و تدریس کردین، ولی امروز مردم بیشتر شکایات از چند دانشگاه دارند که حکومت اصلا توجه بالون رو نکردن. یکی صحبتایشان این بوده که فیس خیلی گزاف میگیرن، مثلا یک دانشگاه نسبت به یک دانشگاه خصوصی دیگر خیلی فیس گزاف میگیرن و اونا نمیتونن که این مسئله نمیتونن رو پرداخته و همین مانع از این میشه که اونا تحصیل خود را ادامه ندن. خب در بخش فیس از اینا، اولا اینکه خیلی مهم است که یک مؤسس و یک بنیانگذار یک دانشگاه با چه اندیشه می یک دانشگاه را تأسیس میکنه. ما شاید از این هستیم که یعنی در کل ما گفته نمیتونیم که همه دانشگاه ها به این شکل هستن. بعضی دانشگاه هایی هست که دانشگاه خصوصی که اینا به نحوی تجارت میکنن و بعضی دانشگاه های دیگه هستن که اینا در کنار از اینکه فیس هم وجود داره، فیس گزافی که شما میگین، ما در کنار از او باز بسیار تخفیف های هم داریم برای دوستان. مثلا دانشگاهی که من با نهادهایی که تفاهم نامه امضا میشه،
با 50%, 70%, 30% تخفیف های بودجه هستن که مثلا کسایی که در دانشگاه های خصوصی میان و باید تخفیف میشه از نگاه فیسشان اینا خیلی میتونه کمکوریشان بکنه. و ما در این قسمت خیلی تلاش کردیم تا که با مو حد اندازه که توان ما هست در بخش فیس کوشش نهایی خود بکنیم تا که مو توانایی و امکانات دانشجو را دیده و به اساس از اینا ما پیش بریم. یعنی از نگاه فیس خب معمول است وقتی که یک دانشگاه خصوصی ایجاد میشه اینا بودجه که بالای از دانشگاه با مصرف میرسانند و مصارفی که ماهوار به شکل ماهوار اینا دارند و به می شکل معاشی که برای استاد پرداخت میشه، معاشی که برای هیئت رهبری و کارمندانشان پرداخت میشه، وقتی از اینکه این بودجه را اینا بتونن تامین بکنن بنان اینا مجبور هستن که یک پیسه از دانشجو بگیرن. اما دانشگاهی که مثلا دانشگاه دولتی تمام امکاناتشان، تمام تجهیزاتشان، تمام یعنی بودجهشان از طرف دولت پرداخت میشه. اما در اینجا ما دانشگاه خصوصی مجبور هستن به خاطر اینکه بتونن خود تامین بکنن، بتونن پیش برن از بخشی که خود دانشجو هست اینا فیز جمع آوری بکنن. سپاس آقای کریمی. آقای کریمی، شمایی که همین اکنون هم دانشجو هستین، در خیلی پوز میخونه مسئله هستین در یکی از دانشگاه خصوصی و مصروف درس ها هستین، چقدر راضی هستین و چقدر کیفیت وجود داره از دید شمایی که یک مسئله هستین؟ به نام حضرت دوست که هر آنچی دارم از دوست، درود و سلام برای شما و آقای کریمی و یک سلام خاص برای کسانی که ما رو بیننده هستن. من حیث یک محصل حقوق در اینجا بس با کفایت موسی تحصیلات علی خصوصی هست و روزی ما از رضایت ما 95% هست. به این معنی که 95% ما رضایت داریم از پانتونوی خصوصی به خاطر از فضای باز و آرام و بخش استادیزه با شاگردان خوب هست و یک فضای اکادمیک هست و فضای اکادمیک میتوانه یک محصل بالای استاد اعتقاد کنه، میتوانه نظری خدا برایش بتوانه و آن استاد بدل و جان میپذیره. و متاسفانه که در پانتونای دولتی ما این گپا نیست و اگر سر استاد سوال شود استاد جواب نمیده و بنان در پانتونای خصوصی کفایت بالا و مدرن هست که ما میتوانیم پانتونای همسالمون داریم در افغانستان با کفایت عالی تدریس میکنن. و از این نظر بخش امور درسیشان هست که استادیزه بسیار خوب، استادیزه که مستری و دکترا دارن در بخش های هم بخش ها تدریس میکنن و در این میان همه استادا هستن که با شیوه خاص ما رو درس میدن و ما با این گزینه قابل اتحاد اینها را داریم که باید بگیم که اگر موسی تحصیلات عالی خصوصی در کنار این همه گپ ها باید 5% دیگه شام خوب شود و این هست که اکثر تو استادا هستن که در محصلین خصوصی هستن، اگر تا 8 به جمعی باشن در خصوصی بعدن میرن به دولتی و این جای نگرانی هست که اگر استادی که در خصوصی درس بده و بره در پانتون دولتی و این جای تاسف هست که به استادا گفتم نمیشود که استاد امو کردیت تا پورا بکو بازون برو به درس دولتی. این اینجا هست که ما مشکلات خود داریم در بخش پانتونای خصوصی. اما بخش عمده این هست که کفایت بسیار عالی و مدرن دارن پانتونای خصوصی و یک فضای باز و اکادمیک دارن و در اینجا هم گفته می شود که جناب آقای کریمی گفتن که مثال بخش جورنالیزم هست، بیشترین جورنالیزم ما داریم و همساله هم در بخش های حقوق و علوم سیاسی، مدیریت، ترجمنت و بحث اینها رو داریم که ما می توانیم الحمدلله شکر که جامعه ما امروزی با پیشرفت هست و از این نهادی هست که موساد تحصیلات عالی خصوصی اینها درس می خوانند و فارغ می شوند. و دوم که پانتونای خصوصی نهاد شد و یا وزارکشاد و این اساس که اکثریت استادیزه و استادان هستند و محصولین که تانستند که با امتحان کنکور دولتی را نبیافند و بتوانند که به پانتون خصوصی بیایند با یک پول پرداخت کم که بتوانند درس خوانای ادامه بدن و این به سبب شد که از مواد مخدر یا جلوگیری شود و ای که به گروه های دشفگن
اینها جلوگیری شود، اینها با اونها بپیوندند. این پانتونه خصوصی بود که با فیس کم توانستم که جامعه امروزی ما رو غم نخوده. سپاس آقای حکیمی. آقای کریمی، قسمی که حکیمی سایان گفتن که اینا چون فعلا هم محصل هستن، مثل که اینا آمدن گفتن که کیفیت وجود داره و مردم هم خیلی راضی سن، از سوی دیگر اکثرا دوستایی که تماس گرفتن با ما و شکایتاشون بلنده و شما بهتر میدانید که چند پنتون خصوصی بود که مشکلات خیلی بالا داشت، مثلا از اسنادشان گرفته تا اما کیفیت نداشتن کیفیت در اون دانشگاه. در این قسمت وزارت تحصیلات عالی تا اکنون چی اقدام کرده؟ در قسمت از اینکه دانشگاه‌هایی که البته با بعضی مشکلات روبرو شدن و جنجال‌هایی را دارن، وزارت تحصیلات عالی یک ریاست را به نام ریاست اعتباردهی و کیفیت دارد. زمانی که یک دانشگاه به فعالیت آغاز میکنه و زمانی که یک دانشگاه کار خود شروع میکنه، این ریاست اعتبار و کیفیت خود وزارت تحصیلات عالی نامکلف هستند تا اینکه یک تفتیش عمومی یا ارزیابی عمومی را از دانشگاه داشته باشند که این دانشگاه چگونه به فعالیت آغاز کرده است، کجا شروع کردند، روند تدریسشان چگونه هست، روند مدیریت از اینا چگونه هست. اما چیزی که خیلی مهم است در اینجا این است که این ارزیابی چگونه صورت میگیره. یعنی وزارت تحصیلات عالی بخاطر از اینکه امروز انمی شکایت های خیلی زیادی که از بعضی دانشگاه ها وجود آمده و جنجال هایی که برپا شده و بیشتر از دانشجوی از این دانشگاه ها شکایت میکنن، بخاطر از این است که وزارت تحصیلات عالی در کنار از اینکه مثلا اینا جواز فعالیت برای دانشگاه میدن، اینا باید یک نظارت درست و دقیق از اینا داشته باشن. امروز که ریاست اعتبار و کیفیت خود وزارت تحصیلات عالی اگر توجه جدی در این بخش نکنه، امکانات خیلی زیادش میره که انمی دانشگاه هایی که خصوصی هستن و فعالیت میکنن، اینا به نحوی در مقابل از اینکه اینا رابطه بین وزارت و خود این دانشگاه وجود داشته باشه، این از بین میره و دانشگاه هایی هستن که امروز به شکل خودسرانه اینا به پیش میرن و با وزارت، یعنی به هیچ عنوان با قانون قواعد وزارت اینا پیوندی ندارد. اما فقط دانشگاه هایی که مثلا آخری کریمی، همین دانشگاه مربوط به کی هستن؟ چرا حکومت افغانستان در این قسمت باز اقدام نمی کنن؟ خب در اینجا که اگر ما بهم دانشگاه ها را مربوط به چه کسانی میشه اگر ذکر بکنیم، شاید ولی برنامه قبلی که ما داشتیم بیشتر مسئولین آمدن گفتن که بیشتر از وکلا هست و از کسایی که هستن که اونا زورمند هستن. آیا حکومت افغانستان واقعا در برابر این کسا نمیتونه اقدام بکنه؟ اقدام کردن از راه قانونی میتونن به هر شکلی که باشه با اینا اقدام صورت بگیره. اما اینجا گپ چی است که وقتی که مثلا هیئتی از وزارت تعیین میشه به خاطر بازنگری و یا که تفتیش یک دانشگاه، زمانی که اینا به دانشگاه تشریف میبرن، بعد بخونه اینجا همون کسایی که به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی به خاطر تفتیش به دانشگاه رفتن، به نحوی توسط کسایی که در اونجا هستن، هیئت رهبری از اونا یا مؤسسین اونا به دانشگاه به نحوی راضی میشن و در اون پارچه ارزیابی خود از اینجا رضایت خود نشون میدن. یعنی اینجا ما حکومت چگونه میتونه که این دانشگاه ها را جلوشان را بگیرن تایی که این فعالیت ها باعث از این نشه که این دوست بیشتر از دانشگاه هایی هستن که اخلاصمندانه و صادقانه میخواین برای بلند رفتن و رشد سطح علمی جوان های افغانستان اینا تلاش های خیلی زیاد را انجام میدن. اما در کنار از اینکه این بعضی دانشگاه های خصوصی دیگه که وجود دارن که از نگاه کیفیتشان، از نگاه تدریسشان، از نگاه مدیریتشان به هر نحوی که به هر کسی که ربط داره اینا میان و فعالیت میکنن، اما در مقابلشون همون دانشجو و یک کسایی که به اونجا مراجعه میکنن نارضایتی نشان میدن و اینمی باعث از این میشه که آیست آیست اعتبار کلی از دانشگاه خصوصی از بین بره. و اینجا حکومت در زمانی میتونه که با اینا برخورد جدی بکنه که در زمان تفتیش و ارزیابی از اینا توجه به این نکنن که مؤسس از این که هست، در رأس از این که هست، اینا چیزی که خیلی مهم است که اینا میتونن با او توجه داشته باشن، این است که چگونه اینا اونمو ارزیابی را انجام میتن، اونمو بخش تدریس یا کیفیت او را نظارت میکنن، اونمو را صادقانه ببینن و چیزی که در اونجا دیده میشه باید در ورقه گزارشاتشان نوشته شود و بعد از اینکه پس دوباره اینا با وزارت میان
وزی وزارت هست که در قبال از اینا تصمیم میگیره و تصمیم وزارت نظر به نمو قانون و قواعد که مقررات خود وزارت داره به هیچ عنوان خدا کنه که دانشگاه مربوط به هر فرد شود و هر شخص و هر وکیل یا که وزیر که شود اینا وزارت با اساس قانون و مقررات خود میکنه که در وزی و دانشگاه را بمنده. و در اینجا مهم برای ما ای است که خود کسایی که در وزارت هستن اینا صادقانه بیان کار بکنن، صادقانه بیان نظارت بکنن، تفتیش بکنن، ارزیابی بکنن تا اینکه اینمی دانشگاه های خصوصی که امروز در کنار حکومت یک موضوع خیلی قوی شده، چرا که دانشگاه های دولتی ما ظرفیت امروز سالانه شما فکر بکنین که بیش از 1,60,000-1,70,000 متعلم از مکاتب فارغ میشن. اینا وقتی که فارغ میشن خود دانشگاه های دولتی ما بیشتر از 50,000 جذب تمامیش ظرفیت چه بیشتر ندارن. این دانشگاه های دولتی هستن که در کنار حکومت یک موضوع خیلی قوی شدن تا اینکه اینمی کسایی که فارغ میشن از مکاتب و راه نبیابن در دانشگاه های دولتی که بتونن سرنوشت اینا را اینا تعیین بکنن. چیز خیلی خوبه شما شروع کردین نقطه کردیم. من پوز میخوام که در صحبتتان هم دخالت کردم. در همین مورد یکی از شکایت هایی که وجود داره که بیشتر کسایی که در کنکور را پیدا نمی کنن و میرن به دانشگاه خصوصی و سوال ما می بود که چرا در فیس های اینا تفاوت است خیلی زیاد و او دانشجویی که بخواید در یک پندون خوبتر برد درس بخونه اونجا مشکل از اما فیس خیلی گزاف، چرا می یک معیار را تعیین نکرده برای این وزارت؟ معیار وزارت چون بازار اقتصادی افغانستان بازار آزاد است، در این قسمت وزارت نمیتونه که مثلا یک معیار معین را تعیین بکنه که شما باید از این حد تا این حد فیس بگیره. ما زمانی که آغاز میکنه یک دانشگاه و بعد از کنکور خود دانشگاه های دولتی بیشتر کسایی که معرفی میشن و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دانشگاه خصوصی که وزارت معرفی میکنن اینا باز یک معیار دارن که دانشگاه ها با تفاهمنامه ای که با وزارت تحصیلات عالی دارن اینا در تفاهمنامه شان ذکر میکنن که از چه حد تا چه حد شما باید تحقیق بدین، چه حد تا چند نفر شما باید رایگان بپذیرین، چند نفر شما باید با 50% بپذیرین، چند نفر باید 30% بپذیرین. در این قسمت اینا به این شکل کار میکنن که با وزارت اینا تفاهمنامه ای که به امضا میرسه این یک معیار داره. اما اینکه آزادانه یک نفر مستقل میره و یک دانشگاه مراجعه میکنه که خودشون جا درس بخونه، اینجا باز معیار وزارت اینجا حق ازیره نداره که معیار براش تعیین بکنه که شما باید از این حد تا این حد فیس بگیره. بخاطر از اینکه ما نظام اقتصادی ما نظام بازار آزاد است و در نظام بازار آزاد حکومت نمیتونه که یک معیار و یک چیزی را که مشخص بکنه که شما باید از این اندازه تا این اندازه فیس بگیره. اما در کنار از او هم دانشگاه هایی که هستن بخصوص دانشگاه هایی که واقعا به خاطر رشد و سطح علمی کار میکنن اینا بیشتر کوشش میکنن که تا پایین ترین فیسی را که یک دانشجو توان داره اونمو را تعیین بکنن تا اینکه اونا از ادامه تحصیل باز نمونن. در کنار از اینکه مثلا از دانشگاه دولتی اینا باز میمونن با وجود رایگان هست برشان، اما ما هم بیشتر کوشش و تلاش ما بری بوده که همیشه با اون حد و اندازه فیس تعیین بکنیم که یک دانشجو توان پرداخت شد و میتونه با نمو فیس خود مثلا 4 سال یا یک دوره تحصیل خود را با توان برسه. سپاس آقای کریمی. آقای کریمی از شما سوال میپرسیم که ویژگی یک دانشگاه خصوصی چیا باشه تا که مردم از او راضی باشه، با خصوص کسایی که تازه میرن وارد دانشگاه خصوصی میشن؟ شکر. ویژگی های پانتونای خصوصی اول بحث ما همین یک باشه که فیز کم بگیرن، فیزی کم ویژگی هایشان هست و دوم ویژگی های پانتونای خصوصی از دولتی این هست که کتابخانه مجهز دارن، اگر سمیناری داده شود اونها می توانند در کتابخانه مراجعه نمایند و سوم اینترنت خراب دارن. در این موضوعات که اونها هر کس سمیناری اگر گیره می توانه که به اینترنت خراب مراجعه کنند. ویژگی های پانتونه خصوصی امروز ما دیده می توانیم که در سطح کشور رو به پیشرفت است. ویژگی هایشان همین هست که یک پانتونه خصوصی می توانه که حداقل جوانان را بتوانه که با فیس کم با خود یک جا نماید و همین معیارشان را تعیین بکنه و ویژگی هایشان همین هست. ما می توانیم که با آنها بپیوندیم و درس بخوانیم. الحمدلله شکر پیش از سطح پانتونای خصوصی هست در افغانستان و قانون 46 ماده اساسی هست که آنها گفتند که به ویژگی های پانتونای خصوصی در آن درج است.
و ما می توانیم که اگر مربوطه خاص و یا اجماع خاص نماییم و ویژگی هایشان همی هست که با باز هم تکرار نشود، کتابخانه مجهز دارن، انترنت کلاب مجهز دارن، فضای آرام دارن. خب بالاخره یک فضای خوب اینا را بکنن تا که مسئولین راضی باشن. یک وقتی کوتاه میگیریم بیننده عزیز، دوباره برمیگردیم و از آقای کریمی سوال میپرسیم.